سن ازدواج داره بالا میره، بلوغ داره زودرس میشه، بچه 8 ساله بالغ شده، دختر دوم ابتدایی بالغ شده، ولی نمیتونه ازدواج بکنه بلوغ زودرس مگر بعد از 35 سال. این بلوغ زودرس فضای مجازی، غذاهای شیمیایی، مواد شیمیایی که به میوه و به همه چیز ما، غذای ما داره تزریق میشه، بلوغ زودرس، این شبکه‌های ماهواره‌ای، بی‌پروایی پدر و مادر، بلوغ زودرس تو دخترها و پسرامون داره ایجاد میکنه. بچه 8 ساله معذرت میخوام، 9 ساله کلاس دوم ابتدایی، سوم ابتدایی بالغ شده، بلوغ زودرس 20 سال فاصله تا ازدواج، 25 سال، چه باید بکشه؟ پدر وقتی سرش رو بالش میذاره خوابش میره، همه سرش نمیذاشته پروپوفش بلند شد. این سن بهش میگن سن کوفتگی و خستگی، عرب بهش میگه سن المراهقه. سن نیست که بچه های ما خسته میشن، کوفته میشن، وقتی سر رو بالش میذارن تازه بیدار میشن. ولی پدر و مادر خوابه. کدوم یکی از ما ساعت 2 شب بلند شدیم ببینیم دست پسرمون کجاست، پاش کجاست، کجا خوابیده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند از سن 7 سالگی بچه هاتون رو تشویق به نماز بکنید، در سن 10 سالگی بزنیدشون و در سن 10 سالگی خوابگاهشون رو جدا بکنید. فرق بینهم فی المضاجع. 2 تا دختر، نه پسر و دختر حق ندارن روی یک تشک زیر یک لحاف حتی به سنشون 10 سال باشه، نه که پسر و دختر، حتی 2 تا دختر، 2 تا خواهر 10 ساله و 11 ساله، 2 تا برادر 10 ساله و 11 ساله حق ندارن روی تشک بخوابن زیر یک لحاف، زیر یک پتو، زیر یک چادر. پدر شب بلند میشه میره دستشویی برمیگرده خوب میخوابه، بلند میشه میره سر یخچال آب میکنه میاد میخوابه. بلند شو برو تو اتاق بچه نگاه بکن، بعضی بچه ها شب راه میرن، تو خواب راه میرن، از تو اون اتاق در آمده رفت کنار خواهرش خوابیده. خب این اگه شب بیدار شد، شهوت و شیطان تعارف با کسی نداره، این دختر شیخه، این دختر ملاست، این دختر حاکمه، این دختر استانداره، این دختر پروفسور فلانیه. بعضی فکر میکنن شهوت فقط مخصوص لاتاست. این حرفا چیه؟ بلندشو کجا خوابیدن؟ مشکل پیدا میشه. چرا چشمانمون بستیم؟ خودمونو به اون کوچه زدیم؟ چرا متوجه نیستیم که نسل خودمون، آینده خودمون؟ علما میگن فرزند صالح تولد دوباره یک پدر صالحه. یعنی وقتی تو فرزند صالح، مؤدب، مفید دارید، مصلح دارید، مثل اینکه خودت دوباره تولد شدید. و شاگرد صالح تولد دوباره یک معلم صالحه، یک عالمه و یک استاد صالحه و یک مربی است. اون نسل خودمونه، به نسل آینده رحم بکنیم، کمکشون بکنیم. در کشورمون بین 10 تا 15 میلیون جوان تو ترافیک ازدواج داریم، سن بلوغ داره پایین میاد، بلوغ زودرس، ازدواج دیررس دور. به این جوان ها رحم بکنیم. یعنی 15 میلیون بمب هسته‌ای، بمب اتمی، اینا اگه منفجر بشه دیگه شهوت کاری به شیخ و ملا و آخوند و نمیدونم تاجر و مسئول نمیشناسه با فقیر. شهوت وقتی طغیان میکنه همه رو نابود میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که هرچی آمار ازدواج در جامعه بالاتر بره، آمار امنیت، آرامش، برکت، جرم و جرائم، آمار امنیت بالا میره، آرامش بالا میره، آمار محبت، برکت در جامعه، توسعه، رشد، بالندگی، ترقی بالا میره.